نه فردا با بابا و مامانم میخواییم بریم ساری. خب پس خدا فرمان مامان جون کی میرسی؟ عزیزم فکر میکنم یکی دو ساعت دیگه برسیم. دلش میخواد جنگل های شمالو ببینی. حالا خدا کنه وقتی که به اونجا میرسیم کاری برامون درست شده باشی. فکرشو نکن درست کردن که به اونجا میرسیم کاری برامون درست شده باشی. فکرشو نکن درست کردن کار اونجا به عهده من. خدا کنه. مطمئن باش. چرا رادیو خاموشه؟ بذم من وسط باشم. مامان جو تو رو خدا پاشه مامان جو پسرم تو زندی خدا تو رو زنده نگرش تو باید زنده بمونید پسرم من رو پول داده بودم برات زندگی راحتی درست کنم اما افسوس من برای تو آرزوهای زیادی داشتم ولی نشد پسرم نشد من دارم میمیرم از تو میخوام گاه گاهی به آبادان پیش خالت بری مامان بس من بیشگی بمونم بابا چی رو تو بعد از این هیچ ناراحت نشد اینجا خون درست مثل خدا میخواست بیام اینجا اما خانم همش منو اذیت میکنه هر وقت میام درسامو حاضر کنم هی منو میفرسته دنبال خرید آخه من میخوام درس بخونم پدرت از بهترین دوستان من بود وظیفه منو کفتو نگهداری کنم فهمیدی؟ بله ماستا جون سلام این شبم من با سیر اومدم سلام کنم بشین پسرم وقتی کسی یه دفعه جواب سلامتو نده دیگه بهش سلام نکن ناراحت نباش حالا دیگه همینش مونده بود که از این بچه یتیم نگهداری کنی آخه پروانه چرا با این بچه اینطور رفتار میکنی؟ میخوای با یه بچه بی پدر مادر چیکار کنم؟ مگه این بچه چه گناهی کرده که پدر خودشو از دست داده؟ منو تو باید از این بچه نگهداری بکنیم اون الان امیدش فقط به ماست کسی رو تو این دنیا نداره به من چه مربوطه؟ مگه من تعهد کردم همه ناامیدا رو امیدوار کنم در هر قبرستانی که پدر مادرش رفتن همون احمدی که همیشه به همسایه‌ها میگفتی دیگر گوشه عزیزمه مامان جون همون احمدی که همیشه سرشو میذاشتی رو زانو تو نازش میکردی مامان جون مامان بابا خدایی من تنهایی چی کار کنم چرا پدر و مادرم ازم گرفتی آخه مگه من چی کار کرده بودم مگه من چه گناهی کرده بودم ماما خدایی 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 یکم بار میکنیم
احمد، 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 بیچاره، کجا داری فرار میکنی؟ آخه منم از مدرسه فرار کردم که بدبخت شدم. شما قردو به نازم یا نازتو برم اما خفل جیم شدی بازم دیا قردو به نازم یا جیم شدی بازم از مدرس من دو دوازه سال که دیمم دل خوش به سمین دو خست دواده هم نکیمم که غصه ی نون و خواب دارم بی خیال شدم روز و شب ما مهمون اون خوشکا کریمم این شب و روزم که مثل بار سر سر میداره زندگی خوب و بدش جون آخر میداره این شب و روزم که مثل بار سر سر میداره زندگی خوب و بدش جون آخر میداره حال که دیگه دنیا با ما کره جنگ این بری میریم چوبه اون بری میریم سنگه زندگی خوب و بدش جون آخر میداره این شب و روزم که مثل باد سر سر میداره زندگی خوب و بدش جون آخر میداره حالا که دیگه دنیا با ما که جنگه این بری میری چوبه اون بری میری سنگه بچه ها عرق خوره دیگه تحتیل میخواییم بازی کنیم یال نبینم زد باشین چپت رو کن ها؟ اول پولت رو کن بعد قمار میکنی اگه باختم فردا بهتون میدم امشب یه جای حسابی رو دید زدم بچه ها از این بالا میریم پایین خودت ما رو بکش بالا این
شطوری ما رو انداختن تیم هلفتونی ها. خب علی جون تو چطور شد اومدی زندون؟ مرادت کیشم کلاس شیشم. والا تو محل ما یه اصلا فکری هست، رفتم ازش پول قرض کنم، هی فکر آخرشم دستش تو جیبش نرفت که نرفت نامرد. خب این که زندون اومدن نداره دو وقت دست من رفت تو جیبش. دست کنیم دیگه دمان زیر زیمیر تو جیب اینمون. احمد بابک آزاد. چه کاش ما زودتر میخندیدی. خب تو میری هرکی خدا به امراد. علی جون تو بچه ها تو زندون به من خیلی مهم بچه هم داری. از خدا میخوام یه روزی همه تو من این تو خلاص بشه. خدا خب بچه ها بین این پاکت سیگار مال شما. البته ناقابل هم میبخشه قابلی نداره من میرم بیرون میخرم. بارگوره تو خب همه جون حالا کجا میریم؟ باشه علی جون من میرم آبادان. اینجا یه خاله دارم اونم وضع خوبی نداره، میخوام برم بشی سری بسرم. به سلامتی. خب بچه ها خدافظ. قربونتو ان شاء الله تا برگردی ما هم آزاد شدیم. پاتوق ما رو که بهت گفتم قهوخونه آمیرسا خیابون ریه سریعا بزن. قربونتو برم. ببین اما موضوع شده تو بچه چه خواهم پاکن نکنم. حالا دیدی هی روز می شد و هی شب می شد. چشم ما به این در خوش شده بود که یکی بیاد تو بگه جوون مرخصی، اما مرخصی می اومد انتظار ما رو کش تا بمیری. چرچی داشتیم و نداشتیم خرجی رفقه نامردمون کردیم. یکیشون مرد نبود. چند وقت زندون بودی؟ رفونزر خدا قسمت هیچ جوونی نکنه. خیلی سخت گذاشت. دست مریض آتیش ببینم داداش این قهوه خونه آمیرزا کجا؟ ای کن جلوتر قربونت باقی بقایا. گفتم خدایا خداوند یا آخه من به این پسره چرغوز چی بگم؟ تو بمیری به روح پدرت قسم جای یخشو گرفتم تو دستم مثل موم تو اصل آب شد. اومدم بکشمش بالا گلا نه نکن بکشمش بالا. خب بیشی بینم خب کجا بودی؟ چه کاره میکردی؟ این دلم رو تنگ شده بود، یه ذره شده بود دلم. منم همینطور تو بمیری خدا میدونه. برونه تو برم بچه های اومد بذار روشه بذار بشه همش. خب تعریف کن بیدیم همه چون چی کاره کردی چطور بگم؟ چی بگم علی جون؟ از زندون که اومدم بیرون میخواستم برم پیش خالم نشد. خواب مجبور شدم از وسط های را برگردم تیار. خواب یه راست اومدم سلاقه توی ناکر. قربونه تو برم الهی من. علی جون اگه تو این دنیا چهار تا درد بزرگ باشه یکیش بی پولیه. ای گفتی حیف که خود شال گفتی. بی پولی درد ببینم علی بازم داشتی چه خام پاقا میکردی؟ بسه انقدر این حالو اگه داشت گریشون میگرد این سر میگیره چه میگیره؟ اگه میخواد چه سیسته تقل نرم چه خوشی باشه بریم علی جون باشه بریم بابا شب کنیدم کجا؟ احمد جون میخوام به افتخار آزادی خودت و خودم امشب یه لبی تر کنیم. مهمون من هم هست اخیر چرا سم درده قربون تو برم. بزرگان میفرماید جلو زن دست تو بمیری نمیخوای میزن دست که جوجی به خجالت اونده. قربون تو برم بفرما بیام آمیزا حسابا چرا میشه جایش. خیلی خب شما بفرمی معلوم میام دوزر طلبت آمیزا یا ما اینکه هشت جل بده کاری.
دیگه بهشون انا پنام نده انا هم چی چیه کوفتم بهشون نمیداری کلا ای سفید پو بله بله برو بر بره کوگایی تا پنج دقیقه دیگه ارده مارو نخونی هر چی دیدی از چش خودت دیدی برو بینم یلا تو بیمیری از دوی برد بابا خوبی یارو که کلی بده کاره اومده سر اون میکشته و همش مرد میده میگیم چی کار کنم هر چی میخواد واسهش بذار امشب کاری میکنم که بره اون دنیا تا مخباری یادش بره چش قربان برو به مینه بگو ماجده دارم تا دیتا تیکن بیایی باشم یالو بچو امشب باید ساز بزنی یه فلوت داریم یه ویلون فلون آشان اینجا من نفسم خوب فلوت میزنم منم پنجه خوب ویلون سر میزنم هوا برفیه بازم اون یارو مفخوره هره چند تا برف پارو کنم اجیر کردم قلو بکرم هر وقت برف پارو شده بگو بیا موزشون رو بدم خبره ها عباد خفا آوردی بطگیه رو بذارم دنگ شد کیشم خب تعارف کن نزول اجلال بفرمین آقایون خوش گلدون ای که اون کسری چیز داریم بفرمینو نه قربون شما هر چی از کرا دادم سر شده اما جده چیزی میگوری نه قربون تو من بده بابا حالا چی میز داریم این تعارف یارم خدمتو من نه تو دیگه بسته میگم حالا نوبت ماست که از آقایون پذیره آقای لاتا بفرمایی سر میز راست میگی مجلس بیری از کوف داریم زهر مورد احمد جون نمیان نمیشه Thank you.
شدی. خب دیگه بسنه؟ بفرستش بدونه گذاشتمش تو پاکت سکن تم رو شدونم رو بردم های پاکت اما همه جو بردم نزمی شد چه رفت اینگر میزنی بابا من اینه گفتم نزنش قریب کی رو بردی نازی نازی جایی نگو اینطوری بابا نزنش من که بسنه شم نازه اینطوری شما با این گردن کلفتی چطور وجدانتون قبول میکنه مفتخوری کنی؟ تو که منو دعوت کردی جوابشو بده. والا خانم جون بیکاریه و هزار جور علافی. خیلی کارا هست. اگه شما دوست داشته باشین من میتونم براتون کار خوبی درست کنم. والا خانم محترم ما نه رقاصی، نه اینکه گارسونی بلدی، نه ظرفشوری. کاری که من میگم خیلی پرمنفعت‌تر از اینا. چی؟ این جور نونا عجل ما پایین نمیره. ما نیستیم. بذاریم داشلیم. ارادت کیشم کلاس شیشم خسارت بزن و بشکنه بزنی به حساب بانکی بنده بشلی بیا چش بابون خلاصه هر وقت کارتون گیر کرد من حاضرم کمکتون کنم خیلی خواب اوه چه زنه مهربونی بریم عزیزم بینم کن برو زیر بغل اون احمقا رو بگیر و بلندشون کن خیال میکردم ارده برن نمیدونستم اینقدر به درد نخورم Oh,
داشم تو با این آواز ده کاری کردی دل منم گرفت. بریم یه دومه دیگه به خمره بزنیم و بیایم. گوش کن داشنی، از این به بعد هر وقت دلت گرفت اول پولتو رو میکنی بعد میریم عرق خوری. اگه قرار باشه هر شب بابت دل گرفتن تو یه فت دعوا کنیم، ما نیستیم. حالا دنده رو چاک کن بزن بریم. تقصیر منه که تو رو با خودم بردم، یه سور مفتی بهت دادم. تو چه سور دادی نامه؟ بچه تو چرا اینقدر نمک نشناسی؟ یعنی همه نمک نشناسن اما تو نمک نشناسه. نمک نشناس تره، نمک نشناس تر تری. چی گفتی؟ نه نه شب برده سمور می نماید. های داشتنی کشت درویش کن بزن بریم یلا. الله بهت جان را اونجا رو نگاه کنین. کجا نگاه کنین؟ اونجا رو بسوکین. یاد میگردم همینه که هم داشتیم اورخه. ای خوشگله که آمد سلا این وقت شب میری کجا؟ از را میره پیش بابا. ای من فدای اون کجا؟ اومدی دخترم؟ پدر زود باش عجله کن عزیزم. سلام پدر. سلام پسرم. دخترم آقا کی باشه؟ پدر اتفاق خیلی بدی افتاد. چه اتفاق؟ این آقا با رفیقشون من از دست یک مش مست نجات دادم. حالا رفیقشون رفته نسخه رو بپیچه و بیاره. از محبت و انسان دوستی شما متشکرم. خواهش میکنم قربان، ما که کاری نکردیم، وظیفه‌مون بود. بفرمایید بشینید. شما هم پسر من هستید. بیا جلو، بیا پیش من بشین پسر. بفرمایید اینجا بشین. بخرم دخترم برو چای بیار. چشم پدر. خب بگو ببینم چطور شد دعوا کردی. بلا میدونین من رو رفیقم داشتیم میرفتیم که یه دوستی با مردم این آدم سفالین کاسن مثل که عوضی نشکنش افتاد درشتر بشکنش در نشکنش باید ببیرن دختر این داره نکنه. اما نه او قدری بود، گلی بود، چه رنگی بود، الله و بخت. برو بریم. خیلی کتا کاری کردن. چند نفر ناگافه ریختن سر دخترتون. یا الله چادریاش زیر چادر. بس بس این کیه؟ داشلیه. خواب جا خوش کردی ها ارادت کیش و کلاسه کیشم. دوار آوردی؟ بله دوار مردی. خیلی متشکرم. الان دواتون درست میکنم پدر. خیلی ببخشید من با اجازتون میرم چایی بیرم. قربون دستت ما راضی به زمان شوانیتون. بس دیگه خاطر لوس نکن ببینم علی.
میوه خریدی؟ پولشو چی داد؟ خب بسه دیگه، نمک نری. احمد آقا، این رفیق شما خیلی خوشمزه. خوشمزه یه خودتون هم که قربونه دسته. پدر جون دواتونو بخوری. میگم که من امشب خیلی مزاحم شما شدم، حتما خانمتون تو خونه منتظرتونه. نه اشکالی نداره آبجی، ما تو دنیای به این بزرگی هیچ کس نداریم که منتظرمون باشه. علی آقا، مثل اینکه من شما جایی دیدم. والا ممکنه. ببینم پدر، شما دوز نیستی. دوز؟ او چطور مگه؟ آخه ما که با آدم حسابی طرف نیستیم. در تو بکش، هرکی ما رو میشنازه یا دوزه یا جیب بره خفه. ببخشیم به دل نگیرینا پدر. خب پدر، نگفتی مرضت چیه؟ ای والا چی بگم، درد بیدرمون، گهی سردرد، گهی سلفه، گهی ناله، گهی خنده، چه میشه کرد با بنده؟ گهی باید زدن دنده، عجب دنیای ما جنده. ایشالله خدا خودش شفاتون بده، اگه نخواست بلاتون بده، نشد مهر و وفاتون بده، بالاخره یکی این تونا بهتون بده. برادر کیش کلاس 6 اون کیشی اون بالا؟ پدر ببینم شما محل صفایی. از خاکتور افتیافر بود. اون گاه گداری برای تسکین درده. یه مگه دردم تسکین میده؟ بد نیست، خوبه. عجب داستانیه. و اوه 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 دلم درد. باید باید بردم از اون میخواب. اوه اوه من دلم درد. بیا بیا بیرون میخواب. پدرم در اومده. بدر راست گفت یا تسکی میده، شما چرا دواخونه درست نمیکنی؟ بازم بخور، بازم بخور. احمد جاره به هیچ مندقه بلا. یالا خب پسرم، شغلت چیه؟ والا فعلاً بیکاره. شما چی پسرم؟ من هم دم دست این کار میکنم. حقیقتش اینه که ما فعلاً بیکاریم، تصمیم داریم یه کار آبرومند گیر بیاریم. شاید من بتونم براتون کار درست کنم. آخه من توی یک کارخونه نسبتاً بزرگ سرکارگر هستم. فردا، پس فردا یه سر به کارخونه بزنین، شاید بتونم یک کاری براتون دست و پا کنم. خیلی ممنون میشه. ما هم این فردا، پس فردا میام خدمت. آدرس بهشون بده دخترم. اما میترسم خیلی مزاحمتون بشیم. اختیار دارین احمد آقا، ما نصف محبت‌های شما رو نمیتونیم جبران کنیم. نه آقا، چی آدرس؟ اختیار دارین. خب دیگه با اجازه ما مرخصم. من یه قلاب بزنیم. بلنش بریم علی. شما بلا نشین، خواهش میکنم، حالتون خوش. پدر خودم خیلی متشکرم. خب فعلا خدافظ. خب دست از آقا چه کثیفه چته، من شطور میبری احمد. دم پیش کش. کلاهی واسه پروپا ها بعد دخیل کلاه نیست، چی میگی؟ و اگه کلاه نیست چیه؟ آبخوریه؟ نه بابا، این نگه بچه سیمونه ایست. یعنی بچه این جواره؟ آره بابا. خوب سلام خانم. سلام. الان میگم پدرتون بیا. دخترتون رو بدن در بدن منتظرتون هست. آب بریم، من موضع دفتر هستم. متشکرم، الان میرم. سلام پدر. سلام دخترم. خب نه برامون چی درست کردی؟ یه چیزی درست کردم دیگه. احمدی موشته بده. واسه چی؟ آره میگه بیا بریم به همدیگه قضا بخوریم. اینم بیاره. خیلی خوب ببینم نهار خوردی؟ مال منو بریزی بابا. اون تو که نمیریزم، اون لگنه زد کن بابا. یه لگه زد کن بسیتی مردم. چه عجب یادی از ما کردی؟ تو این ساکت چی آوردی ها؟ بابام هنوز پرهیز داره، براش غذا درست کردم آوردم که غذای بیرون رو نخوره. بد نیست شما دست پخته منو بچشید. اگه اجازه بدین ازتون دعوت کنم روز جمعه. البته اگه کاری نداریم با هم بریم بیرون یه هوایی بخوریم. منم بیمیل نیستم، البته اگه حال پدرم خوب بود سعی میکنم که حتما بیام. خب دیگه فعلا خدافظ. خدافظ.
تو میخندی این دنیا میخنده، قنچه یه لبهایت زیبا میخنده، تا تو میایی روی دنیای من از آبوشه چون تو من میایم. باور کن باور کن که تو میخندی، باور کن باور کن که تو میخندی. نباشین همین الان پیداشون میشه پدر. سلام پدر، حالتون چطوره؟ به چیزی احتیاج نداری؟ نه پسرم، من دیگه دقایق آخر عمرمو میگذرونم. تنها خواهشی که دارم اینه که از دخترم که تنها یادگار زندگی مواظبت کنی. خیالتون راحت میشه پدر، من تو اونجایی که قدرت دارم ازش مواظبت میکنم. بهتون قول میدم. بفرمایید تو قول ما مثل اینکه علی رئیس آقا آقای رئیس تشمیر تو چی؟ به قربون سرکاریگرتون مریض شده. سلام آقای رئیس. خوش آمدین قربان. سلام. مریضه؟ خب مریض باشه، لگه من دکترم. اینطور که تو من آورد اینجا من خیال کردم هفت کفنم پوسونده. اصلا چه احتیاجی به وجود من بود؟ من میخواستم یه رازی رو براتون فاش کنم. بلا مرک چیزی نیست که آدم دل با پسش باشه. این مزخرفات چیه؟
راز خانواده شما به من چه مربوطه؟ تو نگه چه رازی؟ اصلا تو چی میگی؟ انصافت شد رازی که 20 سال تموم تو سینه من پنهان مونده. اون روزا من دربونه کارخونه شما بودم، گاه گاهی به شما میرفتم و به باغبون خونتون کمک میکردم. منظورت از این چرت و پرتا چیه؟ اگه به خاطر داشته باشی هنوز کفن همسرتون خشک نشده بود که شما دوباره ازدواج کردی و بعد از چند ماهی دختر یک سالتونو که تنها یادگار اون خدا بیامرز زن اولتون بود به دست زن فعلیتون ناهید خانم سپردی و خودتون به سفر اروپا رفتی و ناهید خانم که نمیتونست وجود بچه وارث ثروت شما را تحمل کنه نامه ای براتون فرستادی که دخترتون مریض شده و بعدم نوشت مرده. اون میخواست بچه رو نابود کنه. من از این موضوع اطلاع پیدا کردم، خدا رو شکر که خیلی به موقع رسیدم. پدر حرف بزنیم. پدر خواهش میکنم ادامه بدیم. شما این مطالب از کجا میدونید؟ این چیزا رو از همون روزایی که به منزلتون میرفتم فهمیدم. پیرمرد باغبون برای بچه ای که خدا بهتون داده بود دلسوزی میکرد، درد دل میکرد و میگفت من از آخر عاقبت این بچه بیگناه میترسم. منم دخترتون رو گرفتم و بزرگ کردم. حالا به حکم عجل دختری رو که بزرگ کردم به دست پدر واقعیش میسپرمش. پروین من به تو اجازه نمیدم تو کار ما دخالت کنی. دست کثیفتو بردار. چرا اینطوری حرف میزنی؟ تو منو فدای هوسبازیهای خودت کردی. چه لزومی داشت که با اون ثروت منو به دست زنبابای پست و جنایتکاری بسپری که روزگار هر دومونو سیاه بکنه؟ روزگار منو تو را این مرد سیاه کرده. تو را که به من اینطور قضاوت میکنی، من پدر تو هستم. تو پدر من نیستی. پدر واقعی من این مرده که 20 سال با خون دل و فقر و فلاکت از من نگهداری کرد و تو هنوز نرسیده میخوای همه چیزو از من بگیری. پدر جون، من دختر تو هستم. منو ترک نکن. صفا و صداقت تو به همه این ثروت های جهان میارزه. ولی عجز دیگه مفلتم نمیده. پدر خدایا، چرا اونو از من گرفتی؟ یه بچه ناتوان بیگناه و معصوم چه کرده؟ نه پدر، من به خاطر من گناه این زن رو فراموش کن. چون همونقدر که من در بچگی احتیاج به محبت داشتم، امروز بچه های این زن به محبت مادرشون احتیاج زیادی دارن. سلو اگر یه زنی واقعا معنی مادری رو بفهمه، بچه براش فرقی نمی کنه. آتفا آتفا. منم به سهم خودمونو به خاطر بچه هاش می بخشم پدر. دخترم، تو چقدر مهربونی. با این همه زجری که کشیدی چقدر با گذشتی. امیدوارم بتونم گذشته ها رو جبران کنم. از این به بعد همه چیز متعلق به توست. حتی کارخونه رو تو باید اداره بکنی. بریم خدا. بریم.
هیچ فکر نمی‌کردم به روزی یکم باش. حالا اون راه چاره‌شو می‌دونم. خانم چنگیز، منم ناهید. الان موقعشه با دخترش رفته شب نشینی. زود باش، منتظرم. الان 15 ساله، برخلاف میل باطنیم دارم با این پیرمرد زندگی میکنم، فقط به خاطر پولاش. حالا این دختره اومده میخواد صاحب همه چی بشه. تو میگی من چی کار کنم؟ بایستم تماشا کنم؟ فکرش نکن، این دوتا عباس همیشه به هم میچسبن، بالاخره خودشون کلک دست خودشون. پس چرا این حرفا رو به نادرخان نمیگی؟ همین امروز جرایانو به نادرخان بگو، منم پیازدادشون زیاد میکنم. چشم، تو اولین فرصت بهش میبینم. بالاخره به هر ترتیبی شده باید این مانعو از جلوی پامون برداریم. چنگیز جان، من برگشتم. زود باش برو، تو رو نباید اینجا ببینی. برگشتن که برگشتم، نه خواهش میکنم زود سر برو، اگه تو رو ببینی خیلی بد میشه. یالا زود باش برو. بازم چنگیز خان اومده میخواد شما رو ببینه. چنگیز خان اجازه بفرمایید. بگو بیاد تو. چشم باز. توبه، به این زودی با من چه کار واجبی داره که اومده اینجا؟ سلام علیکم قربون. سلام. چی شده که این وقت صبح اینطوری مزاحم شدیم؟ رو لالبازی در آوردی. این استفان دست قربون. استفان نامه؟ بله. استفا برای چی؟ چی باعث شده که دیگه برای ما کار نکنی؟ بالا قربون، چند ساله که ما زیر سایتون تو کارخونه با صداقت و درستی کار میکنیم، اما حالا وضع کارخونه یه جوری شده که دیگه جای ما نیست. چرا؟ مگه چی شده؟ چرا منظور تو واضح تر نمیگی؟ ببینی قربون، ما نون و نمک شما رو خوردیم، نمیتونیم ببینیم که دختر شما با این پسر احمد هر دفعه خلوت کنه و علی بلبلم کشی کشه بکشه. آخه کارخونه جای این حرفا نیست. به این ترتیب چون من از آبروریزی شما و خودم ترسیدم، واسه این که نکنه روزی شما از چشم من ببینه، بهتر اینم از خدمت تو مرخص جم. پس هنوز این لاشخورا دست بردار نشدم. نه، تو نباید از کارخونه بری. تو باید تمام حرکات اونا رو زیر نظر بگیری و به من اطلاع بدی. حالا برو کارخونه تا من بیام حسابشون رو برسم. چشم قربون. برو. با این ترتیب این دختر آبرو و حیثیت ما رو فدای هوسبازی‌های خودش میکنه. کاش که مرده بود و پیداش نمیکردی. میدونم باشون چی کارم. پلاستیک توی این ماشین به صورت خمیر در میاد و با اون دستگاه به اشکال مختلف میگیره. بیاد. در این قسمت خمیر پلاستیک در قالب‌های گوناگون ریخته میشه و برای مصارف متعدد آماده میشه. اما اون گوشه سالن کار ماشیناش با این قسمت تفاوت بسیار میکنه. ماشینای این قسمت حالت خوبه؟ ای، از کارت راضی هستی؟ اگه این کارم نکنم چی کنم؟ بالاخره بخت اقبال ما اینطوری. احمد چرا ناراحتی؟ مگه چی شده؟ خودت میدونی گردش روزگار از این بازی ها زیاد داره. گاهی انسانو به اوج قدرت میرسونه و گاهی یک میلیونی رو به خاک سیاه میشونه. ولی این نوع حوادث هیچ وقت نمیتونه بین من و تو جدایی بندازه. آره درست، ولی آینده همه چیزو ثابت میکنه. میگی نه؟ بعدم میبینی. در واقع میشه گفت هر کدوم از این ماشینا در روز به تنهایی کار 100 تا کار. پروین،
هروین چند بار بگم این بی سرپاها رو فراموش کن. من اجازه نمیدم با اینا معاشرت بکنی. ولی چه داری؟ اینا خیلی به من خوب ندن. دو آدمی که تو هفت آسمون یه ستاره ندارن چه کاری از دستم در میاد؟ اگه خجالت داشتن از خودشون مواظبت میکردن. گفتم باید اینا رو فراموش بکنی. تو هم کارتو تحویل بده، بیا تو دفتر باهات کار دارم. بیا برو خونه. بگم که یارو چرا ترش کرده بود؟ نمیدونم، برم تو دفتر ببینم. حتما میخواد فعلا معاون کارخونت کنه. آره جونه تو، بعدم اخراجت کن. سلام قربان. بوشه برپا میزنم تعدیل کنه خانوادگی شما تا امروز دو هفته از قربان به خاطر یه مرخصی گندیده موفق به دیدار جمال بیمثال شما نگردیده و حال که مزاحم شده ایشان را عفو بفرمایید قربان. و حال که در حضرت مستطاب اسکندر تجارت مسلکم قربان برای توجه بفرمایید قربان. استدعا میکنم آخه بنده که بنده تمنا میکنم آخه ای تقلا میکنم تقلا میکنم قربان آخه بنده یه بیگناه فقط به امید یک نگاه اومدم تا این بعد نبندیدم توی چراغ. صبر کن شما، نمیدونم شام ننم که شام چیه عمله. میگم صبر کن. الو تلفون. الو بله بله، تا چند روز دیگه میفرستم براتون. خواهش میکنم، خدا حافظ. خیلی ممنونم که سفارش بنده رو فرمودی قربان. چیه ها؟ چیه؟ من چه میدونم چیه؟ ننم میگه زن خوبیه. نه بگو چی کار داری. بله حضرت آقا، دو هفته است که بنده تقاضای مرخصی کرده. به بنده ندادن. حالا اگه ممکنه شما به من بدین. مرخصی میخوای چی کار کنی؟ مرخصی تو فعلا برو کارتو رو، هر وقت وقت کردم حبرت کنم با هم مرس بزنیم. برو بفرمین این کلید فرمین دیگه. بفرمین امری فرمایشی نداری؟ نه فعلا کاری ندارم. با اجازتون برم. خب ما خم سود کشید یه رو دست دست اسکنات میذاشت تو سند چنگیزو میگی؟ آره تو بمیری. آره تو بفرما، اول شما بفرما داشتن. حالا ببینیم قطع مزه چی داره. داره دیگه یه چیزایی. آخ گردش رو بگردش بازی هم دیگه بشیمونه. اگه بدونی یه رو چه حرفایی بمزد چی گرم کبا بچه بیا ایجا. ای آقا دوتا چای بعد بیار بینم. هرچی که گفتی شانس دارم راست گفتی، هرچی دلش خواست گفتی، درست حرف مفتم. اما فلو که گفتی من همیشه پرسه زنم و این دل و صحبون میزنم. عروسیه و جمعاتیه ده بیا که وقتی شادی نهاری بیاره گوش نمونه. ای پولیم بعد در بیار ده بیا و بولو بنداز بپر بیا رو کره کارخونه اومد داریم یه دیگه سنگر بگیر کلت بنو نگاش نکن میخواستم بپرسم شما تا حالا هیچ کدومتون عروس شدین؟ منظورم اینه که داماد شدین یا نه. اون وقت اگر شدین در اون حالت چه احساساتی کردین؟ والا ما هنوز هیچ کدوم دوماد نشدیم، اما وقتی آدم دوماد میشه خب دوماد میشه دیگه. چشمت غیر میگه خب دوماد میشه، معلومه شما دوماد میشه. بعد از مدتی هم گیر خرج خم میشه پشته. اما به خدا این حوض رو نمیشه که کشته. اون کلر بیا جلو بینم. بگم که تو چرا این بالاخونه رو اجاره نمیدی؟ تو اجاره میکنی؟ نامردم هایی 400 تومن نمیدم. هموم و دیوترم هم نداری. نه بابا اتاقا مال خود مانه. ببینم اتاقات چطوره؟ نه ای بد نیستن، دو تا خواهرن یکی از یکی خوشگلتر. سنه میری دیوانه. بله آره به فرما بزنی خودتون کوف کردیم. من بیچارم میخوام عروسی کنم، دونا دارم بعد من نکنم. من یه دقیقه میام و بر میگم. اون شاعر گفته که اگه خوراک خوب اگر پا دهد و تو نخوری، جان من باید بگم خیلی حالون. بله نکنه تعریف هایی که من کردم دهن داشلی رو آب بندد و بره سراغ صندوق کارخونه. نه کجا؟ پس پول اینا رو پس پول این سابورداره که میده. خب بلاخره یکی میده به تو. چه پس من تو زامنی با خود بگونو که جونه. بله تو ما اجازه تو من میرم بخوابم. شب بخیر.
شب بخیر. دیگه پاش رادیو رو خاموش کن بریم بخوابیم. خیلی باز این تلفن زنگ زد. الو، بله، چی کارشون داری؟ از کجا تلفن میکنی؟ چی؟ از کارخونه؟ گوشی؟ پاشو بیا. چی؟ کارخونه؟ الو، چیه؟ والا قربان چطوری بگم؟ حرف بزن. والا قربان نیم ساعت پیش متوجه شدیم که صندوق کارخونه رو زدن. چی؟ صندوق کارخونه رو زدن؟ 50,000 تومان پول اون همه اسناد و مدارک؟ دزد رو گرفتیم یا نه؟ والا قربان وقتی سر و صدا شنیدیم دویدیم دیدیم یه نفر داره فرار میکنه. گرفتیمش دیدیم احمده. بعدم به پلیس اطلاع دادیم. پولا رو دزدیدن. پلیس میگه احمد آدم خوش سابقه ای نیست. ببینم، مگه دربون مرده بود؟ نپرسید این وقت شب تو کارخونه چی کار دارن؟ پس بی خودی نبود که احمد تو صورت من داد میزد و میگفت منم میرم پول دار میشم. مگه شما مرده بودین که احمد بتونه به این سادگی بیاد و همه چیز منو ببره؟ این شما از من پول یا مفت بگیرین. اگه زندگی ما آتیش بزنن هیچ کدومتون خبردار نمیشین. بی عرضه‌های بی قابلیت حقوق میگیرین، هزار جور راحتی دارین، اون وقت اینطوری از زندگی و سرمایه من مواظبت میکنین؟ یه مشکل تو کلاه بردار اومدم تو کارخونه منو، زندگی منو به خطر انداختی. چی میخواستی بشه؟ صندوق کارخونه منو زدن. 100 دفعه بهت نگفتم این احمد رو ول کن؟ گفتم باش معاشرت نکن، اما نخواستی بفهمی من چی میگم. در واقع تقصیر تو نیست، تقصیر این زنه که روی حسادتش تو رو از خانواده من دور کرد. تقصیر من نیست، تقصیر دخترته که بد انتخابی کرده. من میدونستم که اون دزده، یه دزد حرفه‌ای. حالا که همه چیزو فهمیدم میدونم چیکار بکنم. تو ناراحت نباش، اینقدر گوشه زندون به تا دیگه حواس دزدی نکنه. برم این رفیقشم از کارخونه بیرون بکنم. نه پدر، شما اشتباه میکنی. احمد دزد نیست، این تهمته، تهمت به یک انسان بیکس و تنها. هم شما اشتباه میکنین پدر و هم شما ناهید خانم که یک عمر به خاطر روز مرگ پدرم خودتون رو اینجا زندانی کردین. فردا به ملاقاتش میرم تا همه چیز برام روشن بشه. راحتم بذار. آخه چرا دزدی کردی؟ چرا؟ چرا؟ از تو فکر میکنی منم؟ اگر من دزدی کردم به خاطر خوش کنم. با پولای دزدی؟ آخه کجای دنیا کسی با این پولا خوشبخت شده؟ تو دیوونه ای؟ دیوونه هستم؟ خب واضح تر بگو دزد. دزدی که دیگه قابل نیست حتی باش روبرو بشی. بهتره با این مرد غرق شده تو ننگ کرد. کن احمد! احمد! چرا ناراحتی؟ چرا حرف نمیزنی؟ نه که روزگار، والا ارادت کیش کلاس شیش چی بگم مینا خانم؟ اتفاق بدی افتاد و به اتهام دزدی گرفتن، اما هنوز محکوم نشده. فقط یه ضامن معتبر میخوان که آزاد بشه تا روز محاکمه. شما یه روزی به ما قول کار داده بودین اگه محبت کنید ما در خدمت شما میمونیم و مشغول کار میشیم. ها پس اینطور. آره حیف اون خوشگله تو زندان باشه. من ترتیب کارشون میدم تو از زندان آزاد بشی، اما به شرطی که با هم کار کنیم. دست انداز بشیم. خب بگو ببینم چرا اینقدر دیر کردی؟ قرار ما 1-2 ساعت پیش بود. بعد اون گرفتاری رفتیم با داشری به یکی دو تا رفقا سر زدیم. برزم از این که بعد چه عملی انجام بدیم تا جبران خوبی های شما رو کرده باشیم؟ دست میگه ما چه وزیفه باید انجام بدیم خانم؟ حالا چه عجله ای داریم؟ تازه از رو رسیم. اول باید یه گله تازه کنیم، بعد سر فرصت به هم دیگه صحبت کنیم. اون دو نفر حاضرن. ماشینم حاضره؟ بله ماشینم حاضره. خیلی خوب بگو باشه الان میام. میخواستیم جریانم بهشون بگی. خب بچه ها ببینم چی کار میکنی. الان همه چی حاضره، از حالا کار شما ها شروع میشه. پیرسی دوباره بعد از انجام کارمون میخوریم. بطل فرات
خب حالا باید چیکار کنیم؟ برنامه کارتون این دو نفری که پایین هستن بهشون میگم. بفرما داشتم سر کار اینو بهش میگم. گرفتن شما فرار کردید به همین سادگی. بله بالا زرنجه گردن کلفتی هزار تا فوت و پن داره، یک شمینه که آدم حب جیم خوب از یالوش برم. چی شد؟ جیز شدی؟ سوخت. بسیار خوب، مهم نیست، فدای سرتون. فقط مواظب باشین پلیس رد پای شما رو پیدا نکنه و اینه کار دستمون میده. خیالتون تخت تخت باشه، دیگه نمیذاریم هیچ اتفاقی بیفته به شرط که اختیار کارو بدین دست خودمون. آره با این دوتا آشغالا کی بودن فرستادین دنبال ما؟ منظورتون اینه که فقط خودتون برین دنبال جنسا؟ آره دیگه آبجی. خامی نظر تو چیه صلاح میدونی؟ والا با این دستگلی که آقایون به آب دادن جامون نمیکنم مرده هیچ کاری رو داشته باشن. تو دیگه چی میگی شیگول؟ حالا کار ما به چه رسیده که تو هم واسه ما کار کنی میخوای؟ با ببخشش بلش کن به بزرگ جواری خواهید ببخشه. کارده نمیشه تا نفر سادشون. کامی جون ناراحت نشو، بچه ها کامی میخواست با شما ها بیاد که کار یادتون بده. ما به چهل تمسته اون کار یاد میدیم، دکه اینو باش. بسیار خوب، چی بهتر از این، فرد خودتون رو تنها میفرستم. آنکه چند مرده الله جان جوجه رو آخر پاییز میشمارن. حالا دیگه تو ماشین جوجه کشی میشمارن. پاییز زمستون قدیمی شد. خب تا فردا بیبریم در شلیگه. فردا ببینمت. دامنه خوب شد دوستار اومده شد.
برای این گفتم بیا اینجا که حسابمونو با هم تصفیه کنیم. حالا که همه کارا به خوبی خوشی انجام گرفت، موقعش رسیده که از 50000 تومانی که از صندوق کارخونه زدی سهم منو بدی. والا 20000 تومان خرج بر بچه‌ها شد که کمکمو کردن. از اون گذشته از این پول من سهمی نمیتونم بدم. باشه ان شاءالله واسه کارای بعد. خوشی گذشته ها رو نخور. همیشه همین آن امروزی که زندگی رو شیرین یا تلخ میکنه. روزی زیادی هست که بتونیم شانس و مهار کنیم. به به عجب ارادت کیشم کلاس شیشم. الان احمد حتما تو فکر تو داره گله گله عشق میده. یک دو سه بزن بریم تو حاج دنگه. چی تر آورد اینجا؟ علی آقا دوستت آورده که عشقای تو رو پاک کنم. ببخشین اگه مزاحمتون شدم، میتونین دوباره مشغول بشین. تو اصلا برای چی اومدی اینجا؟ خون بگیر بس دیگه حرف نزن. وقت کردی خونه کنه؟ و دیگه هیچ دلیلی نداره که از عشق خودمون شرمنده باشیم. اومده بودم بهت بگم که دیگه هیچ چیزی نمیتونه بین من و تو جدایی بندازه. ولی تو با این زن کثیف به من اشتباه میکنم. چرا من کثیفم؟ مگه من حق ندارم مردی رو دوست داشته باشم؟ چرا حق داری که دوست داشته باشی، ولی حق نداری که اونو به راه بد بکشی. بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. امیدوارم که بهتون خوش بگذره. خدافظ. پروین بلش کن بذار بریم. بلش کن دارم دستت به جش کنار بابا. خب علی آقا خدافظ. گوش کن ببین این چه نگین سنگین تری. دلم میخواد همچی بزنم. همه جنسا رو سالم تحصیل بگیرین و بیارین اینجا. خیلی خوب باشه، یکی طلب ما بریم تو سر کاری. خب دیگه چرا بوشترم میکنی؟ خیلی خوب ما منتظریم. میگن تقریبا یه رو به حرکت کردن. بسیار خوب، پس دیگه چیزی نمونده. آه مثل اینکه دارن میاد. خیلی خوب بیا بالا. متشکرم. بریم. یعنی ماشین لکنتو بوده. خوب شد که افتاد اون پایی. نه آره. بیرای شو رفو کنم. جان چه سفه دو میگم حیب شدم ماشینه یه وقتی را میرم. ولی از همکاری شما تشکر میکنه. یقین داشته باشیم که این همکاری شما بدون پاداش نمیمونه. بارونه پاداش. بریم اچه یلا بریم بریم داشته. به
چیکار کردی؟ آخه اینجا که نمیشه حرف زد. یعنی چی نمیفهمم؟ یعنی اینکه تو گردش روزگار همه چی بود. سلامتی. با سلام. بای بای. لنگه نداری تو این کارا. روز داشتم عشق تو. سلام به یک دست گل قرمز باغ دوستی. برای اینکه مفتخرتون کنم حتما چند گیلاس سر میزتون صفا میکنم. حالا شما دست به دست کردین. چه دست گرمی داره. مثل تن سگ میمونه. با اجازه. با اجازه. گفته بودم میاد باده نمیگردد مست. بره جای بی درد و غم. صبر کن اینم مال کیا رو داری میخوری؟ بذار زمین ذره خاک میخوری. ما چل تو کنیم میخوری. آقا چرا شب رفت قفوت؟ آقا تو یه چیزی بهش بگو. بیا بهش بگو. تکی به جای جونم نگفتم. برو بابا بینی. برو بگو بیاد اعدامم کنه. بهش میگن شاد. اینو بهش میگن شاد. علی بلبل من تو هم اینجای الان میام به پابوس. یکی من فرقدار بودم. اومدم علی جون اومدم. بیام بالا. چشم. بابا تو کجایی و من کجا؟ برم من الهی هی قربونه تو من برم. میگم که شما رو دیدم اومدم خدمتتون برسم. تو هم بیا بالا. خانم امینه لباس تازه خریدم قشنگی خیلی خوبه منو تنها بذار ایوا چه بد اخلاق موسیقی
بیا تو. باید ازه شما میزنم مثل که روحم شاد بشه. اصلا مهمتر بیشترم به این مزده میکنه. خب عزیزم، میدونم که با موفقیت برگشتیم. اتفاقا خبر بدی دارم. پلیس عقبمون کرد، ما مجبور شدیم به خاطر اینکه جنسا رو نگیرن ماشینو بندازیم تو دره. چی؟ میوردو هر دو دسته دست خالی برگشتی. از همه مهمتر ماشینم از دست دادی. میدونم چه جوری ازتون پذیرایی کنم. بابا بیا جون. احمقان، کاری که نکردن هیچی، ماشینم از دست دادن. پس چیکار میکردی؟ من چه میدونم، فکر کردم لاغل این احمقا جنسا رو تحویل داده باشن. چرا معطلی به؟ چرا پدیرویی نمی کنی؟ هیچ کس از کس حرکت نکنه. چی پلیس؟ بله، پلیس. همه شما توقیف هستیم. برو کنار. وقتی من رسیدم تمام دخترها دارم جمع شدن، گفتم قربون شکل برم. چه خوشگلی داشتن مهر و وفا نداشتی نداشتی تو. چرا تو که با ما نبودی اینقدر بی مهر و وفا؟ به کجا میروی ای یار بلا؟ بیا سر جد تکن نخور، برو اونم بیارش اینجا. شما چه برگه ای دارین که بتونین ما رو توقیف کنی؟ چه برگه ای؟ بنده بگم چه برگه ای دارم؟ برگه هلو دارن اینا، خیال میکنن که آره تو بمیری. هر جنس قاچاق خرید و فروش میکردن، خیال میکردن شهر هرته. برو اینجا بینام بکنش جوهندشی در چه برگه ای بالاتر از این که برای تو استفاده های شخصی خودتون با فروش مواد مخدر هزاران نفر رو نابود میکنید. آقای پلیس باور بفرمایید، من هیچ کارم اینجا. بگو باور کردن یا نکردنش با من، من گناهی ندارم، فقط اون دستور میداد. باور بفرمایید که همه کارا زیر سر خودش. شروعه ترتیب خرید و فروش جنسا رو اون میداد. بسیار خوب، بفرمایید. قدم رو ادب رنج فرمایید دینا. شما دو نفر آزادید. دشلی منو بره میگه. وا داشم حالا میگی چیکار کنم؟ یعنی به نظرت چی دوباره بریم خیابون اونجا؟ فعلاً که اینطور مقدره. مثل اینکه سرنوشت ما این با همین اصلا بس نمیدونم. میگم چطوری بریم دم کارخونه یه سرگوشی بدیم؟ شاید پروینه ببینیم ما اون واسه یه کاری پیدا کنیم. چه علاقی؟ میگم داشم تو این دنیای به این جل و گشایی چرا نماده تا کار نمیدم؟ خب میری منم باتم. ما شده که یافتم که ایبه ایرادی نداریم دست گلی. بالاخره چی میشه جد داشم زندگی و هزار چم و خم بلش که یه طوری میشه دیگه. آی دشری، ما این بغل وامیستیم، تو برو جلو تا یه خبر گیر بیاری، من همینجا منتظرت میمونم. دل با خدا داشته باش، نه دست رفت دلینا چی میشه حالا داشلی بیا سوار شوینه اقیدیم گفتن خدا گرز حکمت ببندد در دفه جان. علیکم پروی خانم، حالتون چطوره؟ به خیر گذاشتید تورنی؟ آقا راننده خوبه؟ شما چی میخواید؟ چرا جلوی منو گرفتید؟ هیچ چی فرق بچه ها بیاده شیان لن آقا بچه ها، معطل نشین، ترتیب کارو بدین تو هم بزن. آقا
اونه دیگه رو بعده بیار یالا ای همه شونو باید کردیم برای شونو ببر یالا زدش بیرن یالا بابا اومدم دیگه یه دقیقه صبر کن بچون تونتا یه لازو پشت در باکن ببر چی بود؟ خودتو دوست نکن و تو کنار چی به تو ایشه سده دین سری با من حرف بزنی صحبه خوبی خجالت داری کشیم اگه اینجا طبیله از طبیله هم بسرم بالاخره کار خودتونه کردی دختره از بین بردی الان موقعش رسیده که پلیس بیا تکلیفتونو معلوم کنه سکم وای سکنیا قبل از پلیس با دکتر بیاد برو اون و این چه ترانندگیه مگه سر میبری دریال نظر پیزنده لغت نزن زفنده سرد خدا میشونده همونتا کن حیوان که اینطوری میریزی پایین اینا حیوان هم حیوان ترن کسی که واسه پول با جون مردم بازی کنه عاقبتش بهتر از این نمیشه صبر کن بذار بیا با این یه چیز دیگه هم نشونت بدم چنگیز خان عزیزت سالار همه این نامردهای روزگار بفرمایید مرد درد بیدار باز دیگه بلم کنید همه چیز داره میگم حالا که دیگه همه دست رو شده والا من گناهی ندارم همش زیر سر ناهید خانم زن شما بود اون بود که ما رو وادار به این کارا کرد بعدم میخواست وادارمون کنه به هر ترتیبی شده پروین دختر شما رو سر به نیست کنه هنوزم داره تو خونه زندگی میکنه مسبب تمام این بدبختی و زن خودتون بود اون شما رو کور زد من بیگناه بود ما که هی میگفتیم اما نه گوش شنوا بود و نه مغز بفهم حالا پروین کجاست؟ محمد بردش خونه حالا که قرار شد همه ی حقایق رو پس آخرش هم تعریف کنم همه ی ما بیگناهیم این زن شما بود که چشت چپ به ثروت شما داشت و میخواست که با همدستی ما دارایی شما رو به چنگ بیاره به خدا باور کنیم من هیچ تقصیری ندارم خودتونم توی این قضیه تقصیر کاری آره خود شما قربون
شما باید بیشتر مواظب زندگیتون باشین که افزالمان نتونن هر کاری میخوان بکنن. شما اصلا از خونتون از زندگیتون بیخبر بودین. این احمق با خودت وردار بیار تا به حسابش برسن. رو چشم آقای دکتر چه بهش میاد؟ یکی دو دقیقه دیگه. همین آمپولی که بهش تزریق کردم براش کافیه، فقط یه کمی هول کرده. ناراحت نباشی. پروین وای خدا چی به سرش آورده. خدای من دخترم از تو میخوام. هرچی ها زیر سر این پسر هست. میبینی چی به روز دخترت آوردی؟ حالا هم اومده اینجا خودش عاشق من قلم داد میکنه. من شوهر دارم و به وجودش افتخار میکنم. باید هرچه زودتر این دوست ناموس و تحویل پلیس بدیم. ای ماره خوش خط خال منم کن. حالا بهت میگم چه کسی رو باید تحویل پلیس داد. دخترم پرمین، دخترم چه بلایی میخواستم سرش بیارم. والا اونو باید از سرکار خانم بپرسین. دخترم پروین عرض نکردم چیزی نیست به هوش میاد. خدا رو شکر دکتر متشکرم. پروین یالا را بیا خودت به موش ماسکی نزن. باشت ببینم اچه چه کنه نشمفته که افتره بی خاصیت ما توکلمون به خداست و همیشه روی پای خودمون بامیستیم. احمد بیا بریم داشلی. کجا میری احمد؟ وایسا آخه احمد پسرم. احمد من به تمام حقایق پی بردم. کجا میری احمد؟ وایسا دیگه این همه میگن وایسا دیگه. تو هم واسه ما ناز میکنی. اینجا دیگه جای ما دوتا نیست. اتفاقا دست بر قضا درست جای ما دوتا است. جای این دوتا نیست. آره داشت کلم هست. برو فکر کارت بابا، دل خوشی داری. من که رفتم. آی سهما پاشو نزه بره دیگه. بابا بلند شو دختر، فقط تو میتونی جلو اونو بگیری. پاشو قربونت برم. آره نزه بره. برو باری کل دختر بپر. برو نزه بره. برو نزه بره. منو ترک نکن. من تو این دنیا غیر از تو کسی رو ندارم. هر کی میری منم با خودت ببر. برم بیرم اون دوتا سوگونی در چه احوالاتی هن. ارادت کیش کلاس شیشم میبخشی. بله من تو دادگاه مقصر اصلی رو معرفی میکنم. حالا فهمیدی پلیس باید تکلیف چه کسی رو روشن بکنه؟ تمام حرفایی که چنگیز زد دروغه. من بیگناهم. به بیگناهی و گناهکاری شما دو نفر پلیس باید رسید. حالا اگه بگی جای ما نیست درسته پاشو دست طرف رو بگیر و بریم دنبال زندگی رو. باشو بریم. گردش این روزگار میکنه بسیار.